موسیقیدانان ایران از مشروطه تا امروز از اجرای زنده به عنوان شیوهی برای اعتراض به استبداد بهره بردند. در لس آنجلس و به همت بنیاد غیرانتفاعی فرهنگ، ارکستر ایران شهر کنسرتی با درمایه‌های اعتراضی برگزار کرده. نیلوفر منصوری گزارش میده. کنسرت ترانه‌های عشق و فقدان در مرکز شهر لس آنجلس، شبی با ارکستر سمفونیک ایران شهر به رهبری شهاب پارنج و با حمایت بنیاد غیرانتفاعی فرهنگ. نوای قطعات چند نسل از آهنگسازان با رپرتواری به یاد ایران. امشب یک شب مخصوصیه برای ترانه‌های عشق و حسرت برای ایران. موسیقی از 4 تا کامپوزر ایرانی و آمریکایی اجرا میشه و خیلی هاشون با ما هستن امشب. آقای رضا والی، آقای ریچارد دانیل پور، آقای احمد پچمان و آقای دیوید گارنر و همش زیر دایرکشن آقای دکتر شهاب پارنج. و مهمانای ویژه ما امشب هستن مهمان فوق‌العاده آقای سهراب پور ناظری و خانم هیلا پیتمن. این اولین کنسرت هست که ما داریم اجرا میکنیم بعد از مرگ مهسا امینی عزیز و خوشحالیم که همه با ما باشن امشب و به فکر ایران باشیم. ترکیب سازهای کلاسیک با نوای سازهای ایرانی، کلام سخنوران شعر ایران از مولانا تا اخوان ثالث، هر آنچه از دیرباز در رسای درد وطن سرودند. And this orchestra is unbelievable. این ارکستر فوق‌العاده است. توسط شهاب پارنج رهبری و تنظیم شده و یکی از آهنگ‌هایی که اون بر روی شعر اخوان ثالث گذاشته با عنوان قلب زخمی خیلی معنا داره. این قلب زخمی و شکسته همون ایرانه. به دنبال این هستیم که یک ارکستر ارکستری داشته باشیم که بتونه آثار آهنگسازان ایرانی رو اجرا کنه از نسل‌های مختلف و در این حال بتونه یک پلی بزنه با موسیقی ایرانی و سازهای ایرانی. سهراب پورناظری، موزیسین برجسته ایرانی رو کنار خودمون داریم که در حقیقت میتونه اون معنایی که ما دنبالش هستیم در این ارکستر رو در حقیقت بتونه، این پلی که ما دنبالش هستیم رو بتونه ایجاد کنه با این آثاری که نوشته شده و در حقیقت کارهایی که به عنوان سولو خودش اجرا میکنه. فضای برنامه‌های موسیقی در آمریکا همچنان متأثر از خیزش انقلابی است. هارمونی صدای مردم ایران در دوردست‌ترین نقاط جهان. منصوری، لس آنجلس.